به نام یاد خداوند بزرگ، سلام خدمت شما شاگردان عزیز، امید که جور صحتمند باشین. امروز لکچر پنجم کیمیای صف هفتم با من نبی الله رحمانی، استاد مضمون کیمیای شما. قسمی که در لکچر چهارم سوم خوانده بودیم در مورد حالت ماده بود که حالت گاز بود، حالت مایع بود، حالت جامد بود. حالت گاز آخرین حالتی بود که در لکچر چهارم خواندیم. چه حالت گاز قسمی میگفتیم که فاصله بین مولکول هاش چطور است، دیگر وزنش و چه قسم پیدا میشه، کتلهشان ثابت است نیست، حجمشان ثابت است نیست یا شکلشان ثابت است نیست. این گپا را کلش خوانده بودیم. امروز درس ما سر حالات ماده و حرارت است. باید بفهمیم که همین حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا نداره، یا حالات ماده چی رقم است که حرارت بالای از او تاثیر میکنه. حالات ماده و حرارت و تاثیر حرارت بالای آن. حالات ماده که اونمو سه حالت بود دیگه، یکی حالت جامد بود که خوانده بودیم، دیگه حالت مایع بود و دیگه شم حالت گاز بود. اینمی حرارت از این که فاصله بین مولکولی از اینی از کلشان، فاصله بین مولکول ها از تمامشان فرق میکنن. مثلا از جامدات فاصله بین مولکول هایشان کمتر است، از مایعات فاصله بین مولکول هایشان نسبتا زیاد است، نسبتا، اما از گازات زیادتر است. از این که فاصله بین مولکول ها از هر کدامشان فرق میکنن، اینی حرارت بالای از زیاد تاثیر میکنن. از این که حرارت میاد بالای از زیاد تاثیر میکنه، یا از یک حالت به حالت دیگه تبدیل میکنه شه. دیگه سه حالت ماده است. سه حالت باید بفهمیم که سه حالت آب چی است. نوشته میکنم سه حالت آب. باید بفهمیم سه حالت، یعنی آب اگه ما در نظر بگیریم به سه حالت پیدا میشه. هم حالت جامد به خود داره، هم حالت مایع داره و هم حالت گاز داره. چی رقم؟ حالت جامدش چطور است؟ میگه اگه شما بگیرین یک ذره آب در یخچال بگذارین، حرارت که بیشتر شد آب تبدیل میشه به جامد، یعنی یخش میزن. زمانی که یخ زد، اینمی یخ زدنش چی است؟ جامد است. حالت جامد است از آب. حالت جامد. زمانی که اینی یخ پس دوباره آوردین در آفتاب گذاشتین، این حرارت از این زیاد میشه. همین جامد تبدیل میشه به مایع، یعنی آب میشه. زمانی که به آب تبدیل شد، این جامد میشه مایع، حالت مایعش میسازیم. زمانی که از این که از حالت آب اگر شما زیادتر بانین در آفتاب که حرارتش بیشتر شد، که حرارتش بیشتر شده رفت، این جاست که تبدیل میشه به بخار، یعنی به گاز. بخار این حالت میشه حالت گاز. یعنی آب بس این حالت پیدا میشه که در اینجا درجه حرارت رول مهم داره که میتونه تاثیراتش بالای از این وارد کنه. مثلا تاثیر حرارتی است، اگر حرارت کم بسازیم تبدیل میشه به جامد، اگر حرارت نسبتا زیاد بسازیم تبدیل میشه به مایع، و اگر حرارت زیادتر بسازیم تبدیل میشه به حالت گاز. اینی سه حالت آب است که حرارت عمده ترین چیزی است که حرارت عمده ترین چیزی میباشه، چیزی است که بالا اینمی سه حالت زیادتر تاثیر داره که آب اینمی سه حالت توسط حرارت میسازن. دیگر چیزی که است حجم تاثیر حرارت، این را باید بفهمیم. تاثیر حرارت برای حجم مواد، تاثیر حرارت بالای حجم مواد. خب تاثیر حرارت بالای حجم مواد چی رقم است؟ حرارت بالای حجم مواد تاثیرات زیاد داره. با مثل از این که اگر شما حرارت افزایش بده، حجم مواد افزایش میکنه. اگر حرارت شما کم بسازی، حجم امی مواد هم کم میشه. دو تا چیز در کتابتون گفتن. یکی میگه اگر شما یک پخوانه را در نظر بگیرین، هوای پر بسازین شه، این را ببرین در یخچال بگذارین، چی میشه؟ چی حالت شما میبینین؟ اگر ببرین این را در گرمی بگذارین، چی حالت هم میبینین؟ یا یک مثال دیگه براتون گفته، شما میگه لینای برق هم میگه اگر ببینین در تابستان و در زمستان، زمانی که در تابستان از بین لین برق کشال میشه، چون که حرارت زیاد شد، این جسته که افزایش حجم میده، فاصله بین مولکول‌ها زیاد میشه. اما زمانی که در زمستان ببینیشه، ببینید که لاین برق مستقیم است، یعنی خود پس دوباره جمع میکنه. از اینجا گفتم میتونیم که حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره. اگه حرارت کم بسازیم، حجم مواد کم میشه. و مثل اون لاینی که کشال بود، پس دوباره صاف میشه، به شکل مستقیم خود میگیره. اما زمانی که حرارت اضافه شد، یعنی حرارت زیاد شد، اینجاست که حجم مواد هم افزایش میکنه.
با مثل اونمون لاین برق که خدا کشار میسازه و فاصله بین مولکول ها زیاد میشه. مثلا این یک پایه باشه، این لاین برق. این حالت از زمستان. زمستان به خود میگیره، اما زمانی که اگه این تو باشه، این حالت به خود بگیره. اینی از حالت در تابستان. که یعنی حرارت بالای از یا تاثیرات مستقیم داره. این بود درس امروزتان. شما باید به چند سوال پاسخ بدید. یک، حرارت بالای حجم مواد تاثیر دارد؟ اگر دارد یک مثال بدهید. یک مثال بدهید. سوال دومتان، سه حالت آب را بیان کنید. سوال چهارم، سوال سومتان، حالات مادر، مادر به چند نام است. خب، سه تا سوال کار خانگیتان، زمانی که سه تا سوال شما کار میکنین، اینجا اولین سوال چی است؟ حرارت بالای حجم مواد تاثیر دارد؟ اگر دارد یک مثال بدید. چی رقم است؟ دومش، سه حالت آب را بیان کنید. و سومشم، حالات ماده به چند نوع است؟ هر کدومش میگیرین شما تشریح میکنید. این سوالات از طریق واتساپ، تلگرام برای ما میفرستین. اگر درست بود ما اصلاحش میکنیم، اگر غلط بود پس دوباره جواب اصلاحش به شما ارسال میکنیم. امید که شاد و موفق باشین. الله حافظتان.